به نام خدا. سلام و درود خدمت کاربران سایت لرن فایلز. من احمد نعمتی هستم و تو این دمویی که خدمتتون میخوام نشون بدم در خصوص برنامه‌ای که توی این دوره با هم دیگه نوشیم رو میخوایم ببینیم که دقیقاً چه کاری توی این دوره انجام بدیم. اگر پکیج قبلی یعنی آموزش ساخت کتابچه به وسیله اندروید استودیو رو دیده باشین، توی آخرین جلسه ما یه قولی به کاربران دادیم که توی دوره بعدی بیایم و در خصوص اینترنت با هم دیگه صحبت کنیم که چجوری از اینترنت توی اندروید استفاده کنیم و یه پروژه‌ای هم در همین قالب با هم دیگه بنویسیم. پروژه‌ای که من مد نظر داشتم توی این میشه گفت دوره یک خبرخوان هستش یا RSS ریدر. توی این دوره ما از RSS خود سایت لرنفایلز استفاده میکنیم که همطور که میدونید سایت لرنفایلز یه سایت وردپرسی هستش و خیلی از سایت هایی که شما میشناسید وردپرس هستش. پس با کوچکترین تغییر، یعنی حتی اگر نخواهید فیلم ها رو هم نگاه کنید، حتی اون سورس رو اگر داشته باشین، شما با کوچکترین تغییر و کوچکترین میشه گفت تغییری که اون آدرس رو عوض کنید میتونید برنامه رو برای اون سایتی که میخواین بنویسید. یعنی ما جوری برنامه نوشیم که صرفا شما آدرس رو اگر عوض کنید برای همون سایتی که قالب وردپرسی داره و یا حتی میشه گفت برای خیلی از سایت هایی که مشابه وردپرس هستش از لحاظ RSS، میتونید برای اون هم شما اپ اندرویدش رو یه جوری به وجود بیارید. تو این دوره سعی شده تمامی مبحثایی که مربوط به اینترنت هستش رو مورد بررسی و همدیگه قرار بدیم. خب نحوه اتصال به اینترنت، نحوه این که چک کنیم آیا اتصال اینترنت وجود داره یا نه و خیلی از چیزهایی که مسلما در ارتباط هستش با اینترنت. مباحثی که ما توی این دوره با همدیگه بررسی کردیم، خب ما توی محیط اندروید استودیو اومدیم و کدنویسی رو انجام دادیم. خب کارهایی که ما میشه گفت به صورت البته کلی هستش اینا توی این پروژه ما انجام دادیم، دریافت RSS سایت بود، پردازش RSS بود. خب RSS میشه گفت مقادیر مختلفی داخلش هستش، به عنوان مثال نام مطلب، نام نویسنده، اون بادی یا اون کانتنتی که برای مطلب وجود داره و خیلی چیزهای دیگه که ما میتونیم استفاده کنیم، مثلا تعداد نظرات و چیزهای دیگه که ما اومدیم توی میشه گفت این برنامه‌مون از اونا استفاده کردیم. در خصوص اینترنت مفصل رو هم صحبت کردیم که کلن هر مبحثی که مربوط به اینترنت هستش رو با هم بررسی کردیم، نحوه اتصال و چگونگی این که آیا اتصال اینترنت توی گوشی وجود داره یا نه و دیگر چیزهایی که لازم هستش. در خصوص ریسایکلر ویو با هم یه صحبت کردیم. البته ما توی این دوره تمرکز اصلیمون روی متریال دیزاین نبود، ولی اگر حالا برنامه در ادامه خدمتتون نشون میدم می‌بینید که ساختارش ساختار متریال دیزاین داره و میشه گفت از تمام اون چیزهایی که گوگل ارائه کرده ما اومدیم استفاده کردیم. پس یه جورایی این دوره هم تلفیقی از متریال دیزاین و آموزش اینترنت هستش. ما از ریسایکلر ویو استفاده کردیم، توی دوره قبلم از ریسایکلر ویو و کارد ویو استفاده کردیم، از تولبار استفاده کردیم، از ایمیج ویو و یه سری چیزهای دیگه مثل تکست ویو استفاده کردیم. در خصوص نحوه نشون دادن مطلب از پارالاکس اسکرولینگ استفاده کردیم که نمای خیلی زیباتری به میشه گفت خوندن ما میده و خیلی قشنگتر ما میتونیم مطلب رو بخونیم و خب مسلما برنامه هم خیلی زیباتر میشه. یک اسپلش خیلی زیبا ما به وجود آوردیم توسط کتابخونه و سورس های دیگر برنامه ها که در جلوتر خدمتتون نشون میدم که دقیقاً چجوری داره عمل میکنه. در خصوص فب یا فلوتینگ اکشن باتن ما هم دیگه صحبت کردیم و کار کردیم. دو نوع فب ما استفاده کردیم، یک فبی که به صورت پیش‌فرض خود اندروید استودیو برای ما به وجود میاره و یه فب دیگه که جلوتر خدمتتون نشون میدم. در خصوص آلت‌دارایی ما هم صحبت کردیم که میشه گفت یک سری هشدارها، اگر اینترنت وجود نداشت یه پیغام بده، در صورتی که می‌خوایم خارج بشیم پیغام بده و چیزهای مختلفی که عملاً توی خیلی از برنامه‌ها ما شاهدش هستیم که خیلی از برنامه‌ها از اون استفاده می‌کنن. همچنین میشه گفت تقریباً همه ابزارهایی که ما برای استفاده از اون متن هستش رو استفاده کردیم. به عنوان مثال کپی کردن متن توی کلیپ‌بورد یا اشتراک متن یا فرستادن متن از طریق ایمیل یا پیامک
که شما بتونید خیلی راحت اسمس بدین. در خصوص ادپتر رو هم یه صحبت کردیم، برای میشه گفت پر کردن اون ریسایکلر ویو ما از ادپتر استفاده کردیم. در خصوص تکست ویو و یه سری مباحث دیگه که میشه گفت مباحث پایه ی اندروید هستش هم با هم صحبت کردیم. و در نهایت در خصوص ساین کردن فایل APK با هم دیگه صحبت کردیم که احتمالا میشه گفت یک موزل جدیدی هستش برای اون اندروید، برای اون برنامه‌نویس های اندروید که تازه کار رو شروع کرده. احتمالا خیلی نرسار رو دیدید موقعی که میخواید نصب کنید یک برنامه رو یا ورژن جدید داده، میگه که حتما مثلا ورژن قبلی رو پاک کنیم که مشکل خاصی پیش نیاد، چون اون سیگنچرش با هم دیگه فرق داره و امضای میشه گفت اون فایلی که حالا توی قسمت آخر با هم دیگه بررسی کردیم با هم یکسان نیست، این ساین کردن به درستی انجام نمیشه و در بعضی موارد اصلا ساین نمیشه و برای ورژن‌های بعدی برنامه مسلماً به مشکل می‌خوره. در خصوص مفاهیم مثل MVC که به صورت کلاس در میاریم و یک سری کارها رو انجام میدیم ما هم صحبت کردیم و ریپل. البته این لیستی که من نوشتم لیست کاملی نیست و میشه گفت کلیات کاری هستش که ما انجام دادیم. لیست کامل رو شما میتونید از سایت نگاه کنید که دقیقاً ریز کارهایی هستش که ما توی این دوره انجام دادیم با هم دیگه که میتونید ملاحظه کنید. کاری که باز انجام دادیم، من اگه نرسا رو خدمتتون نشون بدم، البته این نرسا قرار هستش که توی بازار هم ارسال بشه. ببینید ما از ویو پیجر استفاده کردیم، البته این به صورت کتابخونه هستش و از نمونه سورس هایی که میشه گفت به صورت اوپن سورس هم هستش ما اومدیم استفاده کردیم. به این صورت حالت انیمیشنی داره و یک توضیحی از سایت لرنفایز هستش که میشه گفت چه کارهایی رو انجام میده. ببینید که همه اینها به صورت انیمیشن داره ظاهر میشه که احتمالا خیلی از نرم افزارا دیدین قبل از اینکه اجرا بشن یا برای بار اول که شما برنامه رو نصب میکنید، یه همچین برنامه‌هایی، یه همچین میشه گفت گزینه‌ها و آپشن‌هایی برای شما میاد که شما میتونید ببینید و یه جورایی از چندین تا حالا پیج تشکیل شده که به این صورتی که هستش که ما اومدیم و از اون استفاده کردیم. و در نهایت ما شروع می‌زنیم و این میشه گفت پیجرها بسته میشه و ما رو انتقال میده به برنامه اصلی که در نهایت ما اون رو با هم دیگه نوشیم. ببینید به صورت حالا دیالوگ هستش، اولش قبل از اینکه مطلبی گرفته بشه یک نمونه میاد و البته همه اینا اتصال اینترنت هم بررسی میکنه که در صورتی که اتصال اینترنت برقرار نبود یه سری پیغام ها و هشدارهایی به کاربر بده. ببینید با توجه محدودیتی که سایت های وردپرسی داره، محدوده از لحاظ RSS، 10 تا خبر آخر بیشتر نمیتونیم ما ببینیم، یعنی بیشتر از 10 تا رو به ما نشون نمیده. پس بنابراین این موزل هستش، ولی کاربر میتونن با نصب پلاگین هایی این تعداد رو بیشتر کنن و یه جورایی اون حالت عادی رو تغییر بدن و اون اخبار بیشتری رو بتونن ببینن. ببینید کلیات کاری که هستش، ما یه چند تا متن گرفتیم، یعنی میشه کل متنی که توی RSS هستش رو میگیره و پردازش میکنه. متن رو اینجا مینویسه، نام نویسنده مطلب، تاریخ انتشار و همچنین تعداد نظرات، که سمت چپ هم ما تعداد میشه گفت اخبار رو، حالا تعدادش رو برای ما مینویسه که به این صورت ما اومدیم و اون لیاوتمون رو طراحی کردیم. همچنین در خصوص فب، این فبی که میبینید به صورت پیش‌فرض خود اندروید استودیو برای ما میسازی، که باز ما این هم از یک آلر دیالوگ استفاده کردیم که به این صورت هستش که شما دارید میبینید. حالا وارد یکی از متن‌ها میشیم. ببینید البته قبل از اینکه من این رو کلیک کنم شما اون ریپل رو دیدید. خیلی نرسارا باز در خصوص ریپل هم خیلی نرسارا دارن ریپل رو. در خصوص ریپل هم ما دیگه صحبت کردیم که به این صورت هستش که شما دارید میبینید. خب من یکی از متن رو باز میکنم به این صورتش. ببینید من موقعی که اسکرول میکنم صفحه رو به صورت پارالاکس اسکرولینگ در میاد که باز ما از کتابخونه استفاده کردیم که این عمل رو داره برای ما انجام میده. تولبارش رو خودمون به صورت سفارشی طراحی کردیم و کلید هوم یا کلید بکی که اینجا ما قرار دادیم هم میشه گفت کد نویسیشو انجام دادیم. به این صورت که داریم میبینیم باز در داخل یک کارد ویو قرار داره و اون متنی که از RSS میگیرن اینجا به صورت کامل برای ما نشون میده. همچنین یک فب دیگه ما اینجا استفاده کردیم که ما موقعی که میزنیم 4 تا فب زیر مجموعهش
نمایان میشه که کارهایی مثل کپی کردن متن و اشتراک متن با دیگر برنامه ها، ارسال به وسیله پیامک و ایمیل رو برای ما میاره. مثلا من موقعی که اشتراک رو بزنم، نرم افزارهایی که عمل اشتراک رو برای ما انجام میدن، که حالا چون نرم افزارها اینجا کامل نیست، صرفا دو تا نرم افزار بیشتر برای ما نشون نمیده، مثلا من تلگرام یا نرم افزار دیگه هم داشته باشم، برای من اون نرم افزار رو نشون میده که ما موقعی که بزنیم متن رو کپی میکنه و شما از اون متن میتونید تو اون برنامه استفاده که میخواین رو انجام بدید. همچنین ما عرض کردیم در خصوص اتصال اینترنت هم با هم دیگه صحبت کردیم که در صورتی که اتصال اینترنت وجود نداشت، پیغامی هشداری به کاربر داده بشه و کاربر بتونه یه جورایی انتقال پیدا بکنه به اون تنظیماتش و تو قسمت وای فای که بتونه روشنش کنه و دوباره برگرده و برنامه به حالت عادی برگرده و اطلاعات رو بگیره. همچنین ما موقعی که میخوایم خارج بشیم، یک آلاداره دیگه استفاده کردیم که حالت نسبتا خوبی داره و موقعی که ما بلر بزنیم برنامه بسته میشه. باز ما توی محیط اندرو استودیو این کارو کردیم و سفت صدش رو با هم دیگه طراحی کردیم. یک سری چیزهایی که به صورت کتابخونه بود که ما صرفا از کتابخونه استفاده کردیم و یک سری چیزها مثل همین XML که من اینجا خدمتتون عرض کردم از پایه خودمون طراحی کردیم، یعنی کلاسش رو به وجود آوردیم و قسمت به قسمت با هم دیگه اومدیم و بررسی کردیم که هر کدوم از اینها دقیقاً داره چه کاری رو انجام میده و چه عملی رو می‌خوایم از این کلاس‌ها و توابع ازش استفاده کنیم. همچنین در اول میشه گفت این جلسه این دمو بهتون نشون دادم، شما کافیه که آدرس سایت وردپرسی رو اینجا بنویسید. مطالبی که اینجا میاره دقیقا وصل میشه به سایت و XMLش رو دانلود میکنه و پردازش رو بهتون نشون میده. پس ما جوری کد نویسی کردیم که شما هر سایت وردپرسی رو میتونید، حتی بدون اینکه این فیلمایی هم که ما توی این دوره با هم دیگه کار کردیم رو ببینید، میتونید اپ اندرویدی خودتون رو بدید. البته سایت هایی هم که وردپرس نیستن، اگر RSSشون مشابه وردپرس باشه، باز شما میتونید اون میشه گفت تعداد خبرها و کل خبرهایی که توی RSS برای شما نشون میده رو بگیرید. پروژه‌ای که ما انجام دادیم میشه گفت تقریبا یه پروژه عملی هستش و در عمل هم میشه استفاده کرد و ما این پروژه رو در بازار هم قرار میدیم که یه جورایی در عمل هم ما ببینیم که واقعا کاربرد داره و قابل استفاده هستش. امیدوارم که بعد از خرید این پکیج و فیلم ها بتونید کامل برنامه خودتون رو بنویسید. ایمیل بندم توی سایت خدمتون عرض میکنم که اگر مشکلی و هر میشه گفت به مشکلی و هر خطایی که خوردید با همدیگه در میون بگذاریم و بتونیم با همدیگه انشالله حلش کنیم. امیدوارم که موفق و معید باشید.